وقت من محدوده، من سریع شروع کنم. شما رسانه‌های خارجی خیلی هاشون قبول نداری، سی ان ان از اون رسانه‌هایی که همیشه کار کرده، همیشه حتی با عالی‌رتبه‌تری مقام جمهوری اسلامی هم مصاحبه داشته، گزارشی در تایید تجاوزها به معترضین بازداشتی بانو در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها وجود داره. همین آقای پزشکیان قبل شما اینجا بود تایید کردش که ما چندین مورد قتل این مدلی تو زندان‌ها داشتیم. بدم اینا چی می‌خواید بگید؟ مثلا دکتر دهد یک دقیقه و 30 ثانیه از رسانه‌های خارجی مطرح کردید، آیا کفایت می‌کنه از رسانه‌ای شما مطلبی رو مطرح کنید که اون رسانه حتی نمایندش حضور نداره در ایران؟ اینها از مطالبی هست که من از حداقل از دانشجویان عزیز، از کسانی که فرهیخته هستند، می‌خوام مطالب رو مستند بگند و مستند مطرح کنند و مستند از ما بخوان. من امروز صبح زندان بودم، با زندانیان نشستم، تک تک صحبت کردم، مطالبشون رو گرفتم، نوشته هاشون رو گرفتم، مسائلی که از لحظه دستگیری تا اون زندان باش مواجه بود که برای نگرانی ایجاد میکنه، اینا رو گرفتم. دفعه قبلم که رفتم زندان مطالبشون رو احضا کردم، ابدا چنین مطلبی رو برخورد نکردم. و اگر کسی چنین ادعایی میکنه، باید اون فرد رو بیاره و سند برای حرفش. ببینین از این حرفا و از این اتهامات کم در طول این 40 چند سال به ما زده نشده، چیز جدیدی نیست. متشکرم. ببینید اجازه بدین من که الان کسی رو تایید نکردم، دارم میگم ای صدا و سیما، صدا و سیما راجب فرزند خود بنده صدا و سیما دروغ منتشر کرد دیگه که من همونجا جواب دادم. ببینید من نمیگم حتما صدا و سیما هرچی میگه، من میگم اگر مطلبی رو میشنوید بیان سند بخواید. سند با سند مستند، کسی که ما میدونیم در دشمنیش کم نمیذاره، ما استناد بکنیم به اون.